الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ركن چهارم از أركان إيمان، إيمان بپیامبران و فرستادگان إلهي است. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، يعني هم بشر عليهم الصلاة والسلام. إيمان داریم که اونها بنده هستند و عبادت نمیشن، بلکه عبدند و عبادت میکنند. ورسل لا يكذبون، أرسلهم الله لابد من تصديقهم. فرستادگان الهی تکذیب نمیشن بلکه تصدیق میشن و به حق الله متعال اونها رو فرستاده. الله ارسلهم و اوحى اليهم و ايدهم بالايات. الله متعال اونها رو فرستاده، به اونها وحی کرده و اونها رو با آیات خودش نصرت داده و تایید فرموده. نؤمن انهم ادوا الامانه التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها. باور داریم که اونها امانتی رو که الله متعال بهشون سپرد و ماموریتی رو که داشتن به خوبی ادا کردند. و نصح الامه اکمل نصح كان للانبياء والرسل و برای امتهای خودشون خیرخواهی کردند، کاملترین نوع خیرخواهی خیرخواهی انبیاء علیهم السلام است و پیام آشکار الله متعال رو به طور کامل تبلیغ کردند و رسوندند و هیچ چیزی رو کتمان نکردند و جاهدوا فی الله حق جهادی بذلوا غایت الجهد في تبلیغ هذا الدين وجميع انواع الجهاد و آنگونه که باید و شاید برای تبلیغ دین و انجام رسالت و ماموریت خودشون انجام وظیفه کردند و به بهترین شکل این امانت رو ادا کردند و قصور و کوتاهی نکردند. نؤمن بجميع الانبياء والرسل عليهم الصلاه. به همه انبیا و فرستادگان الهی ایمان داریم. و بمعلم ان الله سبحانه وتعالى من اسمائهم. و به نام هایی که الله متعال ما رو درباره نام پیامبران با خبر ساخته. و صفاتهم. و همچنین صفات و ویژگی های اونها. و الآيات التي ايدهم الله سبحانه وتعالى بها. و همچنین آیات و نشانه هایی که الله متعال با اون آیات و نشانه ها اونها رو نصرت و تایید فرمود و همچنین اخباری که اونها از سوی الله برای ما آوردند. نؤمن ان اول الانبیاء آدم علیهم الصلاة والسلام. ایمان داریم که نخستین پیامبر آدم علیه الصلاة والسلام هست و اول الرسل نوح علیهم الصلاة والسلام و اولین رسول و فرستاده الله اولین رسول نوح علیه الصلاة والسلام هست. خاتم الانبیاء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام و خاتم پیامبران و فرستادگان الهی محمد عليه الصلاة والسلام هست. كل من ادعى النبوة او الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كافر كفر اكبر والله كاذب. هر کسی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادعای نبوت یا رسالت بکنه او کافر هست و او به الله سوگند که کافر شمرده میشه و دروغگوست. ومن يصدق هذا فهو كافر مثله والله اعلم. و همچنین کسی که این مدعی دروغین نبوت و رسالت رو تایید بکنه و تصدیق بکنه او هم مانند مدعی دروغین نبوت کافر شمرده میشه.